الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، نشونی سبب میردی کم کرد. حالا دیگه از اون دست برمیداریم. اون چه من اول خونده بودم خدمتتون، یادم نیست، فرمودن که تو آیه اول ما خلق کرده ایم برای جهنم بسیاری از جن و انس را، بسیاری از جن و انس را برای جهنم خلق کرده ایم. چرا؟ برای که اینها قلب دارن، با این قلبشون نمیفهمن. قلب دیدیم که بفهمن، نمیفهمن، به کار نمیبره که بفهمه. چشم بهشون دادیم که ببینن، به کار نمیبرن که ببینن. گوش دادیم که بشنون، نمیشنون. اینها همچون چهار پایانند، بلکه گمراهند، بلکه گمراه ترند، از چهار پایان نیز گمراه ترند. اولای که هم الغافلون، اینها همان غافلانند. غافلان برای جهنم خلق شدند. حالا عبارت عوض میکنم، بدان برای جهنم خلق شدند، خوبان برای بهشت خلق شدند. شما خوب بشی برای بهشتی، بد بشی برای جهنمی. شما بد بشی برای جهنمی، خوب بشی برای بهشتی. خوب شدن بد شدن دست خودته، اما اگه وقتی خوب شدی دیگه حتما جهنم بهشت میری، اگه بد بشی حتما جهنم میری. اینش برو برگرد نداره. اینو نمیخوام عرضم، عرض این است که قبلنم عرض کردم بهای جهنم رفتن نفهمیدنه. هر که نفهمیدن داره جاش جهنمه. نفهمیدن بهای جهنم رفتنه، فهمیدن بهای بهش رفتنه. این فهمیدن چیزیست که من میتوانم آن را تحصیل کنم. فهمیدن چیزیست که من میتوانم تمرین کنم به فهمیدن برسم. نفهمیدن یه چیزیست که من میتونم تمرین کنم، تمرین نفهمی کنم، و اگر تمرین نفهمی کرده ای سرانجام جهنمه. فهمیدن نفهمیدن دست شماست دیگه، بعدش جهنم رفتن بهش رفتن دیگه دست شما نیست. اگر نفهم خدایی نکرده بود کسی،
حتی جاش جهنمه. اگه فهمیده بود، چیز فهم شده بود، حتما جاش بهشت. خب اون فهمیدن چی بود؟ اون فهمیدن که از که اون فهمیدن فهمیدنی بود که آدم خودش تحصیل میکرد آن را، نه درجه هوشی. یه تستایی هست که درجه هوشی آدم رو مشخص میکنه، نه اون. ما اون چیزی نه بهشت میدن نه جهنم میدن، با اون هوش طبیعی انسان که در خلقت انسان هستش، یه هوشی در خلقت انسان هست، اون هوش و عقلی که در خلقت انسان هست باش نه چیزی میدن نه میگیرن، نه بهش میدن نه جهنم میدن. اگه آدم فهم تحصیل کرد، فهم تحصیل کرد، اون تحصیلشو ارزیابی کرده بودیم شبای گذشته، اون فهم باید با عمل تحصیل کرد. اگه شما راستگو بودی یه فهمی تحصیل میکنی، اون فهم بهای بهشته. العقل، العقل ما عبده به الرحمن و اکتوسه و به الجنان. بهش به وسیله عقل کسب می شود. چه عقلی؟ ما عقلی که همه دارن که خب این که همه دارن که عقلی همه دارن؟ همه دارن. پس یعنی کسانی که از نظر عقلی مشکل پیدا می کنن اون نمیرن تو بهش، میرن جهنم. خب بیچاره چه گناهی کردن؟ اونا که عقل دارن، که اکثریت مردم عالم عقل دارن دیگه، خب اونم چون عقل دارن میرن بهشت. این نه، یه عقل کسبی داره. حالا با اون رو فهم بفرمایید، عبارتش از عوض میکنیم. دیشب اگه یادتون باشه عرض کردم پاکی، یه پاکی، این پاکی با اون عقل یکیه، پاکی با اون فهم یکیه، این فهم در این حال پاکیه. اینه که پاکدامنی میخواد که آدم خیلی، یعنی پاکدامنی درجه یک میخواد که آدم از غیر خدا نترسه. یه پاکدامنی میخواد، عبارتش عوض میکنیم، میگیم یه فهم میخواد، یه فهم ممتاز میخواد که آدم از غیر خدا نترسه. خیلی فهم میخواد، سرمایه عظیمی از فهم میخواد. عبارتش عوض میکنیم، میگیم سرمایه بزرگی از پاکی میخواد. دیشب عرض کردیم که طیبین رو، متقین رو فهمیدن طیبین. گفتن اونی که طیبه، که متقی، متقی این کسی که طیبه، این از لب مرگ فرشتگان بهش سلام میکنن. لب مرگ، این تا پرده برداشته شد برای این بهشت آماده است. یه کسی گفته بود که هرچی اینا گفتن دروغ بود. ما از مثلا رنگ میزد به دیوارم، چیکاره بود، از نردبون افتاده بود، مرده بود، از اون نردبون افتیم یه سر رفتیم جهنم. اون آدم خود رفت جهنم. متقین یه سره میرن بهشت، هیچ حسابی کتابی نمیبینن. آخ این سرمشون چی بود؟ پاکی بود. نه اینکه الان مثلا بنده شما رو تعریف میکنم یا شما بندر، این نه، از این یه بیشتر از این هم میخواد. اون با زحمت بکشی، مداوم، آدم عمری دستش اصلا به نجاست نخوره، نجاست گناه، دستش اصلا، چشمش، گوشش به نجاست گناه نخوره. اون پاکدامنی بعد از این 30 سال 40 سال پاکی ورزیدن، کار کردن در پاکی، آدم به یک پاکی میرسه. اگه خدا مرحمت کنه، اگه خدا مرحمت کنه. این اگه خدا مرحمت کنه شو نمیدونین که خدا باید مرحمت کنه که زحمت آدم به ثمر برسه، زحمت آدم به ثمر برسه. خب اینجا عرضمون اینه که این اصلا اون میگه من برای جهنم خلق، آدم نفهم برای جهنمه. آن چه نفهمیه؟ نفهمیه خودش تحصیل کرده، نه نفهمی اولیه. مثلا کسی آدم صاف ساده ایست، مثلا اگه بهره هوشی بگیرم مثلا میگیم مثلا 80، نمیگیم اینو، نمیگیم نه این نه. اونی که نفهمی تحصیل کرده، یعنی وقتی مال مردم میخوره هضم میکنه که چطور من زرنگ بودم بردم. این یه نفهمی درجه یک میخواد. این فهمی در اصل تحصیل میشه، یعنی
کوچولوی دوز کوچولو دوم سوم صدم آدم به این نفهمی میرسه. از اون طرف یکی که مثلا همه چیزشو در راه خدا داده میگه اون خودشو برنده حساب میکنه. مکرر اینو عرض میکردم، یه روز خونی داشتیم تو همین خونم میخوندن دیگه، اگه وقت تو حیات میخوندن اون بخش بود، اگه تو اون اتاقه میخوندن که تو اون اتاق بود، اسمش حاج آقا کمال بود، پیر مرد روزه خون. قدیما روزه خون داشتیم، حالا دیگه نداریم روزه خون. اون روزه خونه قدیم یه اصلا چیزی بودن مفصل. اینم پیر مردی بود و وقتی هم که این شعر رو میخوند دیگه، چون بلنگو هم که نبود که همش باید رو سینه‌شون فشار بد، معمولا سینه‌ش دیگه گرفته بود. به حضرت ابوالفضل میرسید میگفتش که عقل گفتا که نخور آب. عقل نبود که با هم چرفی زد، اما عشق گفتا که بخور آب. بخشید عقل گفت که بخور آب، عشق گفتا که نخور آب. آقا اون عقل بود که نگفت نخور آب. حضرت ابوالفضل از اغلای درجه اول عالم، اینقدر حسابگر بوده، اینقدر تاجر بوده، اینقدر چرکه انداختیدی، از این سود از این بالاتر وجود نداره. اگه این آب بخوره یهو مثلا هزار درجه میاد پایین. تاجر از این تاجرتر وجود نداره، آدم زرنگتر از این وجود نداره. یه مثقال، یه مثلا نیم ساعت تشنگی رو چی داد اصلا چی؟ اگه آب میخورد هزار فرسخ با امام حسین فاصله میافتاد بین اون امام حسین. مثلا این عقل اینجا میگه با عقل اینا چون عقل ندارن میرن جهنم. خب آقا برای رسیدن به اون عقل باید دادن یه ساختمون از عقل بسازه، یه ساختمون از عقل. ساختمون از عقل چیه؟ ببینید هر کار درستی یه کار عقلانیه، هر کار درستی یه کاریست که عقل آن را امضا کرده است. میشه یه تمرین عقلی، تمرین عقل آدم میکنه، تمرین تعقل. کار دوم خوب یه تمرین دوم کرده، کار سوم میشه تمرین سوم، وقت هزار هزار تمرین آدم میکنه به اون عقل میرسه، عقلی که همه چیزی که درست تشخیص میده. اون سرمایه یعنی قرآن طول و عرض بهشت رو فرموده، حالا یا بفرمایید که مثلا عرض بهشت و جنت مثلا عرضها که عرض سما وات و عرض بهشتی که عرضش نمیگن طولش، عرضش به اندازه عرض آسمان ها و زمینه، آسمان و زمین رو اندازه بگیر برو تو تا هر چی میتونی کجا میتونی برسی. اون بهشت، بهشتی که برای متقینه، عمقش که نگفتی که، بهش عمق هم داره. عمقش هم به اندازه عمق اون عقل آدمه، پهناش هم به وسعت عقل آدمه. اگه همه عالم زیر پوشش عقلی اینه، یک جای یک کلمه یک قدمی غیر عقلانی بر نمیداره، همه عالم برای اون زیر پوشش عقلشه، آقا همه عالم براش بهشته. همون که بهشتی هست پهنه آسمان ها و زمین، حد نداره، اصلا حد نداره بهشتش. آدمی هیچ چیزی جلوی عقلش رو نبسته، هیچ چیز جلوی عقلش نبسته، همیشه عقل حکومت میکنه، حکومت مطلق عقل، اون براش بهشت مطلق. خوش به حالش عرض میکنم وقت عمق اونو، عمق اونو شاید مثلا بگیم این شاید توصیف بهشت میکنن و میفهمن ورسوان من الله. هر برگش این برگش رو که نگاه میکنه ازش احساس میکنه رضایت خدا رو. این انقدر عمیق برای این لذت میافرینه که نمیفهمیم، ما نمیفهمیم یا نمیفهمیم. همه بهشتش بوی رضای خدا رو میده.
ثمره چه؟ ثمره عقلیست که این تمام عمر طبق فرمان عقل عمل کرده. خیلی سخته. آخوند الله عباس بود، آخوند الله عباس تربتی رضوان الله علیه، که آدم شرح احوالش میکنه باید حیرت میکنه، میگه مثلا این از سلی آدمی زاده نبودن. کار آدم پسرش که آدم خیلی چیز فهمید، گفت من تمام عمر بابام فقط دو بار به نظرم اومد که این به دلش عمل کرده. خیلیه، تمام عمر دو بار. من میگم اون تو هرم ایشون اشتباه کرده. اگر عقل سلطنت پیدا بکنه، اون هوا هوسای ما همش میره سر جا خودش، سر جا خودش میشینه، سیطره سیطره عقل، شهوت سر جا خودشه، غضب سر جا، همه چی سر جا خودشه. اینه چون همش به درد خوره دیگه، همش به درد خوره. برای کمال انسان خوبه اگه آدم نداشته باشه ناقصه، اگه آدم غضب نداشته باشه اصلا ناقصه دیگه، شهوت نداشته ناقصه، اگر چی ناقصه ناقصه. نه باید باشه اما سر جاش باشه، سر جاش. وقتیست که عقل فرمان روایی و سیطره پیدا میکنن. اگه عقل فرمان روایی و سیطره پیدا کرد، وقتی یه چیز دیگه هم میاد که اون باز شبای پیش عرض کردیم، یه سایه میفته رو سر آدم، سایه عنایت خدا. اون سایه نمیذاره آدم بلغزه، سایه نمیذاره آدم یه روزم مثلا یه بارم هوا هوس غلبه کرده. نه نمیشه. اون سایه رو سر آدم، سایه مهربانه، سایه مهربانیه، اون نمیذاره. خلاصه عرض کنیم، بهشت رو به عقل میدن. عقلم عقلیست که آدم باید تحصیل کند اون رو. از چرا تحصیل؟ اون ساختمون رو عرض کردم، اون درست عرضن که تموم نشد. دید هر کار عقلانه که شما داری میکنه، یعنی هر کار درست، هر کار درست میکنه یک کار عقلانیه. این یک آجری در اون ساختمان عقلانی است. اگه این آجر رو تمامش درست گذاشتی، میرسی به عقل کامل. عقل کامل که خودت تحصیل کردی آن را. اگه اون سیطره پیدا کرد، همه مشکلات آدم حله. اصلا عالم رو میسپرن دستش، عالم رو میسپرن دست آدمی که عقل محض شده. السلام علیک یا ابا عبدالله، علی الارواح التي خلت من فنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.